اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: این قلوب للقلوب صداعا که صداع نحاس فجلوها بالاستخبار. قلب آقا یه طوریست که همچین خیلی لطیفه، در اثر جزئی عدم توجه نسبت به ساحت اقدس پروردگار روش یه پردهی گرفته میشه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از هر مجلسی که بلند میشدن 25 مرتبه استغفار میکردن: استغفر الله الذی لا اله الا هو، استغفر الله. خب پس این یه همچین موقعیتی استغفار داره و دارد که حضرت فرمود استغفار یقتغ و وطینه، یعنی رگ حیات شیطان رو قطع میکنه. اگر واقعا آخه هر شخصی اون شیطان کل یه موکلی برای او قرار داده، یک شیطان داره، اما فقط نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که شیطان من دیگه در دست من تسلیم شده است، یعنی نقشی نداره. اگر القاء شر بکنه القاء خیر میکنه، اگر بخواد القاء شر به حضرتش بکند القاء خیر میشه. حالا اون عرض میشه که موضوعا حضرت خارج. پس بنابراین من الزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا. یک کسی اولادش نمیشه روزی 70 مرتبه که استغفار بفرستد، انشاءالله پروردگار عزیز به او ولدی مرحمت میکنه. خب که اگر خاطرتون باشه در خطبه ماه رمضان فرمودن ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم، یعنی نفس شما همه گروه چیه؟ گروه اون گناهانی که بنده و شما کردیم. ففکوها به استغفار کن، یعنی اگر بخواید آزاد بکنید باید استغفار بفرستید. امروز صحبت ما در موضوع استغفار است. خب و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. جناب خاتم الرسول شاهد باش که ما امت تو رو عذاب نمی کنیم اگر اینها استغفار بکنن. خوشا به حال کسی که زیر هر گناهی یه استغفار داره، که استغفار می زند اون گناه رو می بره. دادشون این اهمیت اول. چشمم افتاد به این شعری که نوعاً آقای کافی خدا رحمتش کنه میخوند: الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد. باز یه سلامات دیگه بفرست.
حالا چه جور باید استغفار فرستاد؟ واقعا ما فطرتاً عاشق پروردگار هستیم، ولی توجه به اون عشق خودمون نداریم. عاشقیم، پروردگارم عاشق ماست، پروردگار هم عاشق مخلوقشه، مخلوق هم عاشق پروردگار عزیزه. خب حالا چه کار بکنیم که انشاءالله قلب ما منظر رحمانی بشه، محل نظر پروردگار بشه؟ روایت از سامن الحجج، کسی که استغفار بکند اما ندامت قلبی نداشته باشد پشیمان نشده. آخه استغفار میکنم یا دیگه از شخص اول امکان که خاتم الرسول صلی الله علیه و آله وسلم باشه. از کردم حضرت از بس قلب مبارکشون لطیف بود، در برخورد به امثال بنده معذالک که تمام توجه بودن، ایشان تمام توجه بودن، دقیقه ای نبود که از ساحت اقدس پروردگار ایشون منصرف باشن. معذالک می فرمودن ولقد غانه قلبی. قانه اگر آقایان مطلع بودن، حضرت امام قدس سره الشریف که با سه تا صلوات که شما بفرستید، می فرمودن که قانه یقین و قین عرض می شود، یعنی اون پرده نازکی که عرض می شود روی قلب مبارکشون رو گرفته بود و من باید استغفار بکنم و شما هم باید انشاءالله و بنده. اون وقت شرایط استغفار رو حضرت سامن الحجج در 7 کلمه از وجود مقدسشون ذکر میکنن که باید با ندامت قلبی توأم باشه، یعنی پشیمانی قلبی که چطور شد من متوجه نبودم فلان حرف را زدم، و این مسئله نوعاً ملازم بود علامه طباطبایی نوعاً ذکر می گفتن و کسی هم در محضرشون بودن ذکر می گفتن و صحبت نمی کردن مگر یک کسی درخواست یک مسئله ای داشت. خب من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ نفسه. از خدا توفیق میخوام، از خدا توفیق میخوای دیگه لاحافو نکش. تا اینجا سحر بلند شد، هرچی شبا کوتاه‌تر بشه مجاهدت شما بیشتر اهمیت داره. بلند شو، نمیمیری، مسلم نمیمیری، بلکه بر عمرت اضافه میشه. التوفیق یعنی اول حاشیه مولا عبدالله، توفیق وفق یوفق توفیقا، توفیق یعنی فراهم آمدن اسباب به وجه مطلوب. خب حالا سحر تو موفقی دیگه عزیزم، باید یک تکون به خودت بدی، اون وقت ببینی اثرش در فردا برای تو چیست. وقتی فقیره آمد پیش حضرت،
عرض کرد یبن رسول الله چیزی به من بده. فرمودن دیشب نماز شب کردی؟ عرض میشه دروغ گفت. عرض کرد بله. گفت دروغ میگی؟ دروغ میگی. اون کس که نماز شب میخواند فردا دیگه رزق فردا مسجله، یعنی ثابته. پس دروغ میگی، نخوندی نماز شب، نخوندی عزیز من. من سأل الله التوفیق، پس ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد. کسی که دوست داره انشاءالله بهشت بره. خب این بهشتو میخواد، عرض میشه که باید در مقابلش تحمل شدائد بکنه. خب دیگه میخواد بیاد میدون دیگه، باید یه قدری کم میشه، زیاد میشه، مریض میشه، تمام اینها پروردگار عزیز او را در بوته امتحان میگذاره. کم میشه، زیاد میشه، اذیتش میکنن، باید تحمل بکند، باید تحمل بکند عزیز من. من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات سل السیف، یعنی شمشیر رو من از غلاف کشیدم. یعنی کسی که میخواد بهشت بره دیگه متابعت امیال نفسانی خودشو نمی کنه، بلکه هرچی دلش میخواد برخلاف میکنه. من دلم میخواد و دلم میخواد، دیگه از این وادی باید خارج باشه عزیز من. خب من تعوذ بالله من النار، باید باز حضرت میفرماید یعنی از آتش جهنم پناه میبرم به خدا. همین از سایه اهل بیت تو خونه خوب کار میکنه، عصبانی میشه، بد میگه، بیرا میگه، نباید اساعه ادب به او بکنی. خب اعصابش ضعیف شده فلان میکنه، باید نصیحتش کنی که بله زنها باید به مرتبه ایست که باید به شوهرهای خودشون سجده کنن. اما چه شوهری و چه خانواده‌ای مؤدب باشه نسبت به خانوادهش، اذیتش نکنه، بگذره از او. و من اشرف اوصاف الکریم قفلته اما یعلم، هرچی هم میدونی باید صرف نظر کنی عزیز من، نصیحت بکنی، به طور کلی نصیحت بکنی او را. حضرت فرمود مسئله او استخوان دنده است، نمیشه راستش کرد، نمیشه کجتر، باید با همین شکل و با همین استخوان دنده مدارا کنی عزیزم. خب یه صلوات بفرسته بهشون. و من ذکر الموت ولم یستعد له، این که من حدیث و محکم میخونم برای این که شما اولا خوابت نبره و در ثانی محکمم گوش بدی. کسی که موت را میدونه که ملک الموت دقیقه به دقیقه آن به آن صحیفه عمل شما در نزد اوست. والذین یعیشون بالاحسان هم اکثر
من الذین یعیشون بالاعمار. هی باید این حدیثو من تکرار کنم، شما یاد بگیرید عزیزم. این الذین عمر شما 60 سال است ولی چند همش احسان به خلق خدا میکنی، بارش افتاده بارشو بر میداری، واقعا در فکر محتاج شماست، شخصی استمداد فکری میکند، باید کمک فکری بهش بدی. لایی نداشته باشی کارات، صاف مثل کف دست من حقه نباشه. اگر این طور کردی واقعا بر عمرت اضافه میشه عزیز من. اما اگر خدا نکرده کلا گذاشتی ضد این حدیثه. والذین یعیشون بالذنوب هم اکثر من الذین یعیشون بالاعمار. یک مرتبه از 70 میاد به 40، از 70 میاد به 40، اما اونجا از 70 میره به 100. عرض کردم نمیخوام هی معرفی بکنم، به کسی گفتن عمر شما تمام شده است ولی چند در اثر احسانهایی که میکنی فلانقدر بر عمر تو اضافه شد، بنا بود 70 سال تمام شده بود و بیاید رسول پروردگار، اما رسول پروردگار نیامد. حالا باز برو کلا بذار، خدا نکنه، خدا نکنه عزیز دل من، خدا نکنه کلا بذاری. و من ذکر الموت ولم یستعد له فقد استهزأ بنفسه. جبن رسول الله مل استعداد، استعداد رو بیان بفرمایید. یه صلوات بفرستیم. پس بنابراین عرض می شود مل استعداد ما بر دو قسم. یه بار مثلا میگم من سودانه، سودانه ما لفظ شما سودانه نفتون، یه بار ما یه حقیقی گنج، یعنی مل انسان یعنی حقیقت انسان چیه؟ حیوان ناطق. حالا اینجا مل استعداد یعنی از حقیقت استعداد داره از حضرت سوال میکنه. حضرت میفرمایند ترک محرمات، فعل واجبات و تخلق به اخلاق انسانی. خب ترک حرامو میکنی، فعل واجبم انشاءالله میکنی، اما عرض میشود که اون تخلق به اخلاق انسانی چجوریه؟ حالا یه حرکتی کرده، پدرشم آمده شکایت میکنه پیش شما از این شخص. و من اشرف اوصاف الکریم غفلته اما یعلم. نه آقا این اولاد شما اینطور نیست، من گمون میکنم شما یه قدری توجه نکردین فلان. یعنی خودشو میزنه به ندانستگی. این از اشرف اوصاف کریمه، به روش نیار، به روش نیار که جری بشه. نه آقایشون، نه یه قدی کاهل نماز نخیر، من قیافشو میبینم که مثل این که خیلی شائقه. شما بیشتر توجه بفرمایید.
نه یه قدری پی کسب و کار دیر میره، نه حالا غفلت کرده چیز کرده عرض میشود، مثل این که خبر دادن که بعضی ها از مجالس علم غیبتشون فوق‌العاده است. اینها حالا آقای ملاک باید یک مرتبه صرف نظر بفرمایم، چون اونها خب غفلت کردن و چیز کردن، باید یه قدری عرض می شود مسامحه بکنن تا دفعات بعد. یه صلوات بفرستید عزیز من. من اصر علی المعاصی و طلب العفو من ربه ولم یتوب فقد استهزأ بنفسه. ای سامن الحجج، این بیانات گوهربار شما رو کی ما انشاءالله موفق بشیم که به عمل بگذاریم؟ اصرار به معاصی دیگه خوب، حالا یه دفعه کردی، دو دفعه کردی عزیز من، سه دفعه کردی، اصرار محقق میشه به سه مرتبه. اینجا دیگه خوب، حالا که اصرار کردی باید طلب عفو بکنی، باید توبه بکنی که من پروردگارا دیگه بر نمیگردم، دیگه این معصیت رو نمی کنم. بازم اگر کردی، اما یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتا نسوها. توبه نسو، حالا برای این که من طلبه هستیم دیگه، خودمون دفع دخل می کنیم. یعنی آخه این در این حدیث داره که ولم یتوب. خب حالا این چجوریه؟ نه، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نسوها. توبه نسو یعنی قاطعا نمی کنم. ای پروردگار عزیز، در این ساعت من قاطعا مخالفت نمی کنم، اما خب از حریم شما خدمت امام عرض می شود دفاع کرده از یبن رسول الله. چطور میشه انسان عرض میشه که قاطعا توبه بکنه و حال این که مقتضیات زمان هست، نفس هست، شیطان هست، عوامل شیطانی هستن. حضرت فرمودن خیر، همون قاطعیت مطلوب پروردگار، همون قاطعیت مطلوب پروردگار است. ولو بعد باز گول بخوره، شیطان او رو گول بزند، باز دو مرتبه قاطعیت به خرج میده. خب ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون و ان الراحل الیک قریب المسافه. ای پروردگار عزیزم، مسافرت به سوی تو خیلی نزدیکه. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. ای پروردگار عزیزم، ما بین ما و تو حجابی نیست. ادعونی استجب لکن، ادعونی استجب لکن، حجابی نیست الا ان تحجبهم الاعمال دونک. حافظ، تو عمل تو حجاب توست ما بین تو و رب تو. فرون کس
الا ان تحجبهم الاعمال دونک، یعنی عمل من حاجب است ما بین من و تو، و الا یار پیداتر ز پیداست. پیدا دیگه از میش که بالاتر از پیدا چیزی نیستش که، و الا یار پیداتر ز پیداست. رخش زاینه گیتی هویداست، این هویداست، هی صدا میزند دارالسلام شما رو دعوت میکند، اما چیزی که از من کوتاهم. پروردگارا ما را بیاموز، پروردگارا مرزای اسلام و اسلامیان در هر کجا هست شفا عنایت بفرما، پروردگارا قرض مغروزین ادا بفرما، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. Oh.